نشست معاونان وزرای خارجه ایران و پنج به علاوه یک در هتل کوبرگ پشت درهای بسته تا بامداد امروز ادامه داشت. بالاخره آقای ظریف و خانم اشتون به جمع خبرنگاران آمدند و یک بیانیه مشترک رسانه‌ای خواندند که طبق آن توافق نامه ژنو تا 4 ماه دیگر، دقیقاً تا 3 آذر ماه تمدید است. Good evening everybody. It's very good to see so many of you here this evening. در بخشی از این بیانیه مشترک آمده است، قرار شد ایران و 5 به علاوه 1 تمامی تعهداتشان در برنامه مشترک را به صورت مؤثر و به موقع ادامه دهند. ما جلسات مختلفی در اشکال مختلف و در فضای سازنده برگزار کرده ایم تا به یک راه حل جامع دراز مدت مورد توافق مشترک که تضمین نماید برنامه هسته ای ایران همواره صلح‌آمیز خواهد بود دست یابیم. قرار شد ایران و 5 به علاوه 1 تمامی تعهداتشان در برنامه مشترک را به صورت مؤثر و به موقع ادامه دهند. گرچه ما پیشرفت‌های ملموسی در برخی از موضوعات داشته ایم و مشترکاً برای تدوین یک متن برنامه جامع اقدام مشترک کار کرده ایم، لکن هنوز فاصله قابل توجهی پیرامون برخی موضوعات اساسی باقی مانده است که نیاز به زمان و تلاش بیشتری دارد. از این رو ما به همراه وزرای امور خارجه 3 به اضافه 3 تصمیم گرفته ایم که اجرای اقدامات برنامه اقدام مشترک را تا 24 نوامبر 2014 که مطابق با زمانبندی پیشبینی شده در برنامه اقدام مشترک است ادامه دهیم. ایران و 5 به علاوه 1 اعلام کردند برای رسیدن به توافق پیرامون یک برنامه جامع اقدام مشترک در اولین فرصت ممکن جلسات خود را در اشکال مختلف طی هفته‌های آینده برگزار خواهند کرد. The statement's available on paper and also on our website, so we will make it available to you in every language. کامران نجف‌زاده، گروه اعزامی واحد مرکزی خبر، وین. مواضع زیادی خواهانه مانع حصول توافق نهایی. آقای عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، پس از پایان 6th دور مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در وین، جزئیات تمدید 4 ماهه توافقنامه را بیان کرد. آقای عراقچی برخی مواضع طرف‌های مذاکره را زیادی خواهانه توصیف کرد و گفت این مواضع مغایر حقوق هسته‌ای ملت ایران و مانع رسیدن به توافق نهایی است. ما البته امیدوار بودیم که تو همین فاصله 6 ماه مذاکرات توافق نهایی به پایان برسه، بتونیم به یک توافقی برسیم، ولی خب این اتفاق نیفتاد به دلیل اختلاف نظرهایی که کماکان وجود داشت در موضوعات مختلف و در مسائل مختلف. ما در این دور اخیر در وین خب تقریبا حدود 15 روز رو صرف این کردیم که بلکه بتونیم به توافق برسیم. خب عملی نشد به دلیل فاصله زیادی که وجود داره. مواضعی که اونها دارن بعضا مواضع زیاد خواهانه هست، با اصول مورد نظر ما، با حقوق ما، مردم ما، حقوق هسته ما خب فاصله داره. ما قطعا برای ما قابل پذیرش نبوده و نیست. اما معاون وزیر امور خارجه علی‌رغم تاکید بر اختلافات عمیق طرفین در موضوعات اساسی، فضای مذاکرات را مثبت و سازنده خواند. هر دو طرف، چه 6 کشور مقابل ما و چه ما، این اعتقاد رو داریم که فضای مذاکرات فضای سازنده هست. یک فضای مثبتی وجود داره که میشه بحثا رو ادامه داد. پیشرفت‌های نسبتاً خوبی هم صورت گرفته. ما درست اختلاف داریم، ولی اینطور نیست که هیچ پیشرفتی هم نداشته باشیم. پیشرفت‌های خوبی شده در موضوعاتی که مورد اختلاف هست، گزینه‌های مختلف معرفی شده، بحث شده، راه حل‌هایی پیدا شده، اگرچه هنوز توافق نشده ولی به هر حال راه حل‌هایی هست. شروع کردیم به نگارش متن یا پیشنویس توافق. خب در متن پیشرفت خوبی داشتیم، حدود یه چیز بین حدود 60-70% متن الان آماده است، ولی خب اون 30% 35% که مونده بحثای کلیدی هست که اهمیت زیادی داره. پیشرفت خوب بوده، فضای مذاکرات هم خوب و سازنده هست.
طرفین هم جدی هستند در اینکه به تفاهم برسن، بنابراین همه اذعان داشتن که این فرصت نباید از دست بره، به هیچ وجه نمیشه مذاکرات رو شکست خورده تلقی کرد، مذاکرات میتونه ادامه پیدا بکنه، بنابراین تصمیم ما به ادامه مذاکره هست. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران جزئیات تمدید 4 ماهه توافق هسته‌ای را هم تشریح کرد و گفت در 3 روز گذشته مذاکره فشرده‌ای داشتیم که 4 ماه آینده را با چه شرایطی تمدید کنیم. آقای عراقچی افزود توافق کردیم در این 4 ماه تعهدات توافق 6 ماهه به همان ترتیب و در نسبت 4 ماهه اجرا شود. در گام اول توافق ژنو یا همون گام 6 ماهه اول مجموعی از تعهدات رو هر دو طرف قبول کرده بودن. خب تصمیم کلی این هستش که اون تعهدات به همون ترتیب ادامه پیدا میکنه، ولی در بعضی از اقلام شرایط فرق کرده. مثلا فرض بکنید که ما قرار بود که بعضی از موادمون رو یا رقیق بکنیم یا تبدیل به اکسید بکنیم، خب این کار کردیم تموم شد. در مقابل اون طرف یه مبالغی رو پرداخت کرده بود که میگفت خب اون هم تموم شده. اینها در مقابل هم بود. میتونم عرض بکنم که با شرایط بسیار خوبی الان این 4 ماهه تمدید میشه. ما همونطور که در 6 ماه اول 4.2 میلیارد دلار از منابع ایران آزاد میشد، به همون تناسب 2.8 میلیارد دلار الان در 4 ماه آینده از منابع به اصطلاح درآمدهای ایران دوباره آزاد میشه، برمیگرده به ایران. شرایط قبلی ادامه پیدا میکنه. در بعضی از تعهدات طرف مقابل موقع اجرا با ابهاماتی برخورد کرده بودیم که اینها رو سعی کردیم در الان برطرف بکنیم، در خصوص نحوه پرداخت ها، مثلا در خصوص بیمه، اینها الان یه مقدار روشن‌تر شده، یه مقدار ابهاماتش رفع شده. بعضی از تعهدات ما هم احتیاج به روشنگری داشت، احتیاج به این داشت که دقیق‌تر بشه، که این هم انجام شده.